کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 فرد ملکی در ولایت های قندهار، فاریاب و لوگر و ادعای خواست های نامشروع زنان در نهادهای دولتی افغانستان. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 جوزای سال 1391 خورشیدی است که برابر میشه به 6 جون 2012 میلادی. من شانه نورزاد ابراهیمی هستم. در دو حمله پی در پی انتحاری و یک انفجار در ولایت قندهار 22 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در یک بازار در نزدیکی فرودگاه شهر قندهار رخ داده است. پس از امضای توافقنامه راهبردی افغانستان با آمریکا، این پرتلفات ترین حمله هراس افغانی در افغانستان خوانده شده است. این رویدادها نزدیک ساعت 11 پیش از چهار در اینجا رخ داد، جایی که بیشتر راننده های کاروان های اکمالاتی ناتو در آن بسر می برند. انفجار نخست با استفاده از یک موترسایکل صورت گرفت. لحظه های پس از آن مردم در محل رویداد گرده هم آمدند که دو حمله کننده انتحاری خود را یکی پای دیگر در میان مردم انفجار دادند. یه وارده مرسیکل پوسته و دوادن یه زنمرگی. در پی این حملات 21 نفر به شمول 8 کارمند یک شرکت امنیتی خصوصی کشته شدند و 51 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این رویدادها را پذیرفته و ادعا می کنند که تمامی قربانیان آن نظامیان خارجی هستند. اما با گفته مقامهای امنیتی قندهار در زمان حمله هیچ نیروی خارجی و افغان در آنجا حضور نداشتند. یوګر پهلم تکرار کوي دا سربیره چې اوس موږ دا څه یو شکه شهیدان لرو او 50 کسه زخمیان لرو. پس از امضای توافقنامه راهبردی افغانستان با آمریکا، هشدارهای از احتمال افزایش خشونت‌ها در کشور وجود داشته است. با این حال این پرتلفات ترین حمله پس از مطرح شدن این هشدارها دانسته شده است. از سوی دیگر این حمله در پی کشته شدن ابو یحیی الیبی فرد شماره 2 القاعده در خاک پاکستان صورت گرفته است. رئیس جمهور کرزی با پخش خبرنامه این حمله را به شدت نکوهش کرده و آن را به دشمنان مردم افغانستان پیوند داده است. سفارت امریکا با پخش خبرنامه این رویداد را محکوم کرده است. در این حال در یک حمله انتحاری دیگر در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. لعل محمد احمدزی سخنگوی زون 303 پامیر میگوید که این حمله نزدیک ساعت 4:30 پس از چاشت امروز در ناحیه اول شهر میمنه صورت گرفته است. با گفته او هدف این حمله هنوز روشن نیست و همه قربانیان افراد ملکی هستند. مقام های ولایت لوگر از کشته شدن 18 فرد ملکی و 7 مخالف مصالحه دولت در پی حملات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی برکی برک این ولایت خبر میدهند. خان صادق عامر امنیت فرماندهی پلیس لوگر میگوید که شمار از مخالفان مصالحه دولت در خانه در این ولسوالی پنهان شده بودند و بر نیروهای خارجی شلیک نموده و در واکنش با این نیروهای خارجی این خانه را بمباران کردند. ISF کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد را رد میکند. در نتیجه حمله انتحاری که بعد از ظهر امروز در مربوطات ناحیه اول شهر میمنه ساحه چهار سماوات به آن خو پیوست، متاسف قرار گزارشهای بر ما رسیده دو هموطن ما شهید شدند که در جمع گوشهی یک خانم است و 10 نفر زخمی گزارش داده شده که در جمع زخمی ها هم 5 نفر خانم شامل میشه. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای امروز به کار خود در بیجنگ پایتخت چین آغاز به کار کردند. مقام های وزارت خارجه چین میگویند که این سازمان اهداف نظامی و سیاسی را دنبال نمی کند و هیچ یک از کشورهای بیرونی و یا سازمان های دیگر را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به منظور تمرکز روی اوضاع منطقوی به شمول اختلافات ملزی، دهشت افغانی و بنیادگرایی امروز رسما در پکن پایتخت چین آغاز شد. افغانستان که در این نشست به حیث کشور ناظر اشتراک کرده است، در صدد آن است تا حمایت کشورهای عضو را در زمینه های امنیتی، اقتصادی و بازرگانی به دست آورد. سازمان همکاری های شانگهای بر همکاری در زمینه های صلح و انکشاف و خونسازی اختلافات همکاری می کند. موازین این سازمان تاکید می کند که سازمان در یک جبهه قرار نمی گیرد و برخلاف دیگر کشورها و یا سازمانها نیست. احتمال سیاسی بودن و یا نظامی بودن این سازمان وجود ندارد.
انتظار می رود که در اخیرین نشست کشورهای عضو این سازمان سند را در زمینه امنیت منطقه‌ای، خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی و نگرانی‌ها از اوضاع امنیتی افغانستان پس از سال 2014 پخش کند. این سازمان که در سال 2001 بنا یافته است، شامل کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، هند، پاکستان و چندین کشور دیگر میباشد. در همین حال مقام‌های عالی رتبه چین که میزبان این دوره از نشست همکاری‌های شانگهای هستند، در حاشیه این نشست با رئیسان جمهوری ایران، روسیه، ازبکستان و دیگر کشورهای عضو روی اوضاع منطقه و بهبود روابط دیدار و گفتگو کردند. کشور چین میخواهد از طریق افغانستان پایپلاین گاز را از ترکمنستان به تاجیکستان و چین تمدید نماید. این موضوع دیروز در دیدار میان رئیس جمهور کرزی و رئیس عمومی شرکت ملی پترولیم چین در شهر بیجنگ مطرح شده است. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است رئیس جمهور کرزی به وحیدالله شهرانی وزیر معادن دستور داده تا چوکات همکاری های افغانستان با کمپانی چینی پترولیم را ترتیب و پس از تایید شورای وزیران امضا شود. در خبرنامه گفته شده که قرار است هیئت از شرکت ملی پترولیم چین در آینده نزدیک به افغانستان سفر کند. گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر میگوید که در برخی از ارگان‌های دولتی از زنان خواست‌های نامشروع صورت می‌گیرد. این گروه بیان کرده است که معمولاً این درخواست‌ها برای ارتقای پست‌های زنان در ارگان‌های مختلف دولتی صورت می‌گیرد. این گروه همچنان گفته است که اکثراً در نهادهای حکومتی دانش، مهارت و کاردانی زنان به اهمیت بوده و تنها زیبایی زنان مورد اولویت قرار دارد. گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در نشست زیر نام مشارکت زنان در جامعه در کابل وضعیت زنان افغانستان به ویژه در وزارتخانه ها و دوائر دولتی را نگران کننده خواند. این گروه تحقیق می گوید نقش زنان در ادارات دولتی و در تصمیم گیری های حکومت کمرنگ است و معمولا معیار تقرر زنان در نهادهای دولتی زیبایی زنان است، نه دانش و مسلکی بودن آنها. این نهاد همچنان میگوید که در شمار از نهادهای حکومتی از زنان خواستهای نامشروع صورت میگیرد و این خواستها هم بیشتر در زمان ارتقای پست زنان از آنها میشود. یک خانمی که با بسیار آرایش فجیع، با بسیار یک وضع فجیع نشستن و کار بلد نیست و او امتیاز میگیره، ولی وقتی خانمی که نمیخواد زیر بار این قسم گفته ها قرار بگیره، او همیشه رانده میشه. این گروه در حال که از نهاد و یا وزارت مشخصی در این مورد نام نبرد و اینکه تا چه حد این درخواست ها از سوی زنان پذیرفته می شود چیزی نگفت، اما تاکید کرد که این موضوع سبب شده است تا نقش زنان معمولا در نهادهای حکومتی سمبولیک باشد. متاسفانه در جامعه افغانستان امروز ما شاهدش هستیم، در کوچه و بازار، در سیستم‌های سیاسی وقتی پیش بریم، در اجتماعات بزرگ وقتی پیش بریم، در احزاب وقتی ببینیم، در درون پارلمان وقتی ببینیم، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی را وقتی ببینیم، نه تنها زنها از حمایت برخوردار نیست، بلکه در بعضی موارد ما هم دیدیم که مورد تبعیض و آزار از جنسی قرار می‌گیرند. این نهاد میگوید که نقش زنان در شمار زیاد از سکتورها کمرنگ است و شمار زنان نیز در نهادها ناچیز می باشد. این نهاد نقش زنان در چند ارگان دولتی را چنین بررسی کرده است: شورای انکشافی محلی 24%، سارنوال 6.5%، وکیل مدافع 6.1%، قاضی 4.2%، افسر اردوی ملی 0.6%، افسر پلیس 0.4%، عضو شورای عالی ستر محکمه 0%. تا اکنون ارگانهای دولتی به ویژه وزارت امور زنان در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی دیگر این امورها در حال انتشار میابد که در کابینه دولت افغانستان 3 وزیر زن وجود دارد و از جمله 352 عضو شورای ملی افغانستان 27% آن که 96 عضو هر دو مجلس میگردد را زنان تشکیل میدهند. سمپاشی و مسموم کردن دانش آموزان مکاتب از سوی ISI پاکستان و طالبان مسلح انجام شده است.
لطفالله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی با ابراز این مطلب میگوید که 15 تن به اتهام سازماندهی و سمت‌باشی در مکتب‌های ولایت تخار بازداشت شدند. به گفته آقای مشعل در میان این افراد معاون والی نامنهاد طالبان در تخار، یک معلم، یک تحویلدار مکتب و 3 تن از دختران و زنان دانش آموز نیز شامل میباشند که در بدل پول دست به این کار زدند. روند مسموم شدن دانش آموزان دختر در ولایت تخار به یک موضوع نگران کننده تبدیل شده است. در این پیوند وزارت های صحت، معارف و ریاست عمومی امنیت ملی تحقیقاتی را انجام داده و در نشست مشترک خبری اطمینان دادند که در مسموم کردن دانش آموزان از مواد زهری استفاده نشده است. سبب تلفات جانی نمیشه، سبب معلولیت نمیشه، یک حادثه گذری و فوری هست و هدف دشمن هم هی است که خانواده های ما از نظر روانی تحت فشار باشند. چیزی که مهم است مقاومت و مورال شاگردای ماست، خصوصا خواهرای ما که با بسیار متانت مقابله کردن. شما هم امروز حالت نرمال در ولایت تخار مشاهده کرده میتونین که شاگردها با مکاتب میان. با گفته آنان در مسموم کردن دانش آموزان از دو نوع مواد به گونه های اسپری و پودر که در آب مخلوط می شده استفاده شده است که تنها برای 4 یا 6 ساعت مسموم می کند و هیچ گونه خطری جدی را به همراه ندارد. در این حال ریاست امنیت ملی می گوید که طالبان با وسیله افراد وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان دست به این گونه جنگ روانی زدند. دا کرد توریستانو کرد دیدی ترشا دی جندلار دلا دی محاز دا دلار دلا او دی طالبانو عمومی تحریک کارلری او دا دیدی هدف ویره چمانه ده. ولی اساسی محرک دیدی دی سیم استخبارات دی. د سیمه استخبارات ځکه دا کار کوي دا برنامه پلان شوی و د شنگهای کنفرانس لپاره. سخنگوی امنیت ملی میگوید که قاری خلیل الله عضو حرکت اسلامی ازبکستان، انتقال دهنده مواد بیهوش کننده از میرامشاه پاکستان، ملا یعقوب یک فرمانده نظام طالبان در شمال در میان گرفتار شدگانند. با گفته آقای مشعل یک دکانی را که مربوط به افراد متهم می باشد و در آن زیر نام ادویه یونانی مواد مسموم کننده جابجا شده بود نیز در ولایت کندز کشف و ضبط شده است. طالبان با نشر اعلامیه مسموم کردن دانش آموزان را نکوهش کردند، اما ریاست امنیت ملی می گوید که طالبان به خاطر این عمل را رد می کنند که می خواهند از این بیشتر بدنام نشوند. ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن ابو یحیی لیبی فرد شماره دوم القاعده در پاکستان استقبال کرد. ابو یحیی لیبی روز دوشنبه در وزیرستان پاکستان در یک حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شده است. در این حال آمریکا کشته شدن فرد شماره دوم القاعده را تایید کرده و آن را یک ضربه بزرگ به القاعده می‌داند. مناطق مرزی پاکستان از مراکز اصلی ارسفگنان و القاعده دانسته می شود که همواره آماج عملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا قرار می گیرد. به تازگی ابو یحیی لیبی فرد شماره دوم القاعده که از نفوذ بیشتر در مناطق قبایل پاکستان برخوردار بود، در عملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا کشته شده است. امریکا مرگ این فرمانده القاعده را تایید کرده است. منابع استخباراتی ما اطلاعات قابل باوری را به دست آوردند که لیبی فرد شماره دوم القاعده کشته شده است. من نمیتوانم جزئیات کشته شدن وی را ارائه کنم، اما میتوانم بگویم که او به عنوان مدیر عمومی القاعده مسئول نظارت از عملیات‌های روزانه شبکه القاعده در مناطق قبایلی پاکستان بود. او توانسته بود بر گروه‌های منطقه‌ای مرتبط با القاعده نفوذ داشته باشد. امریکا کشته شدن لیبی را در کار نابودی گروه القاعده سودمند می‌داند و میگوید که القاعده فرد جاگزین لیبی را ندارد. کاخ سفید میگوید که مرگ فرد شماره دوم القاعده امین الزواهری رهبر این گروه را با دشواری‌های زیادی روبرو خواهد کرد. کشته شدن لیبی فشارهای بیشتری را بر زواهری جانشین اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در زمینه مدیریت این شبکه به صورت مؤثر وارد میکند. ما باور داریم که مرگ لیبی ضربه بزرگی بر شبکه القاعده است. از میان بردن فرماندهان مانند لیبی از سطوح رهبری القاعده بخشی از تلاش‌های مداوم ما برای مختل کردن، متلاشی کردن و در نهایت شکست القاعده است. در امین ریاست عمومی امنیت ملی مرگ ابو یحیی لیبی را در کاهش خشونت‌ها در افغانستان اثرگذار می‌داند. این شخص نفر دوم القاعده در افغانستان بود و شخصی بود که زیاد تاکید میکرد سر جنگ روانی، یعنی کانتر پارت ما بود در القاعده، هم منصب ما بود. جنگ روانی القاعده و طالبان را اینمی شخص به پیش می برد و ما بسیار خوش هستیم که از بین رفت. ابو یحیی لیبی در حال در پاکستان کشته شده است که این کشور همواره همکاریش با ارسفگنان و طالبان را رد کرده است.
پیش از این اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز در انتخابات پاکستان در نزدیکی اسلام آباد از سوی نیروهای ویژه آمریکایی کشته شده بود. چین میگوید در روند بازسازی صلح آمیز در افغانستان نقش موثری ایفا خواهد کرد. رئیس جمهور چین در آستانه نشست سازمان شانگهای از موثریت این نشست برای افغانستان با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین المللی سخن گفته است. رهبران افغانستان و چین پیش از آغاز نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بر ضرورت تقویت رابط میان کابل و پکن در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می کنند. رئیس جمهور چین میگوید کشورهای عضو سازمان شانگهای در صدد ایفای نقش گسترده‌تر در مسائل افغانستان هستند. ما با مدیریت مسائل منطقه‌ای خود در برابر بی‌ثباتی‌های بیرونی ادامه می‌دهیم و نقش گسترده‌تر را در بازسازی صلح‌آمیز افغانستان ایفا خواهیم کرد. در این حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید دولت‌های افغانستان و چین برای توافقات ابتدایی به منظور امضای سند همکاری‌های راهبردی میان دو کشور آماده می‌شوند. او می‌افزاید که همکاری‌های راهبردی با چین به عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی جهان برای افغانستان در آستانه خروج نیروهای غربی و کاهش مساعدت‌های آنان از اهمیت ویژه برخوردار است. چین به عنوان دومین کشور بزرگ اقتصادی جهان و به عنوان کشور در حال رشد سریع و خوشبختانه کشور همسایه افغانستان در صدر موضوعات روابط ما با دیگر کشورها قرار دارد. بر اساس این اهمیت افغانستان روابط خود با این کشور را گسترش و تقویت می بخشد. آقای کرزی در سخنانی در حاشیه نشست شانگهای همچنان تاکید میکند که نقش چین در زمینه تسهیل همکاری میان افغانستان و پاکستان در امر مبارزه با دهشت افغانی و افرادگری مهم است. ما به این نظر هستیم که چین میتواند در نزدیک ساختن پاکستان و افغانستان بر یک فضای همکاری سازنده برای مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی نقش مهمی ایفا کند تا کشور در منطقه احساس ضرورت استفاده از افرادگری به عنوان اعمال سیاست نکند. چین در بخش اقتصادی به ویژه معدن افغانستان نسبت به هر کشور دیگری بیشتر سرمایه گذاری کرده است، اما با باور آگاهان در عرصه مبارزه با دهشت افغانی و کمک به نیروهای امنیتی افغان نقشی نداشته است. با امضای سند راهبردی میان دو کشور همکاری های چین در بخش امنیتی افغانستان نیز مشخص خواهد شد. حال هم توجه کنید به یک خبر جالب. امروز برابر است با آخرین گذر زهره از برابر صفحه آفتاب در قرن 21. این پدیده که به نام گذر زهره نامیده میشه در هر 100 سال یک یا دو بار اتفاق میفتد. انجمن نجوم افغانستان از جریان آخرین گذر زهره از برابر صفحه آفتاب عکس برداری کرده است. گذر بعدی سیاره زهره از برابر صفحه آفتاب در سال 2117 صورت خواهد گرفت. گذر زهره از روی صفحه آفتاب یک رویداد است که در هر 100 سال یک بار یا دو بار رخ می‌دهد. پدیده نجومی امروز از سوی انجمن نجوم افغانستان پیگیری و عکس برداری شد. گذر زهره با طلوع آفتاب آغاز و تا حوالی ساعت 9:30 پیش از ظهر ادامه یافت. فقط دو بار اتفاق می‌افتد و در فاصله و بین دو بار 8 سال فاصله می‌باشد. یعنی در افغانستان دفعه قبل در سال 2004 اتفاق افتاد و دفعه دومش هم در سال 2012 امروز چهارشنبه عبده جوزا به وقت کابل با شروع یعنی با طلوع آفتاب همزمان آغاز شد و تا ساعت‌های 9:30 بجه ادامه پیدا کرد. گذر زهره از سال‌های 2000 پیش از میلاد تا کنون 53 بار رخ داده است. گفته می‌شود در قرن 20 اولین بار گذر زهره در سال 1963 دیده شده است. بابلی‌ها اولین رصدگران آسمانی بودند که جزئیات کار خود را با دقت ثبت تاریخ نمودند. در عصر بابلی ها 4 بار پدیده گذر زهره صورت گرفته است که در 20 می 1641 قبل از میلاد ثبت شده است. زهره یکی از سیاره های نزدیک به زمین است که فاصله آن در نزدیکترین نقطه به زمین 42 میلیون کیلومتر و دورترین نقطه آن به 257 میلیون کیلومتر تخمین شده است. برنامه خبری جهان در شش در همین جا با پایان رسید. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم.